بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و همچنان شنونده های عزیز رادیو آرمان. امروز با روحیه بیشتر و روحیه بهتر در خدمت شما آمدیم و با گزارش دیدار در خدمت شما هستم. هفته چهارم رقابت های لیگ برتر افغانستان است. قرار است مسابقه بین تیم های آباسین سپه و عقابان هندوکش از گروه بی اشتراک کننده ها و ای گروپ ها برگزار شود. دو گروه داریم، گروه A و گروه B. عباسین صفه با لباس های سفید و در امی اول یک فرصت بر عباسین صفه میره که شکل بگیره، شوت خود میزنه این بازیکن و از کنار دروازه میگذره. خب و با لباس های رد پوش که سفید و سرخ است و قوان هندوکش است. سلام بر شما تقدیم میکنم در هر کجایی که هستین هموطنای عزیز. تلویزیون طلوع رو میبینین، همچنان رادیو آرمان رو میشنوین. جور و صحتمند باشین و سرحال باشین و تبریکی بر شما تبریک میگم. همچنان قهرمانی کشور عزیز خود افغانستان در رقابت های جنوب آسیا. فرصت بر بازیکنان عقابان هندوکش و بر اسیر میرفت که یک فرصت جدی ایجاد شد در دقیقه اولی بازی. داور اول میدانم بشیر احمد سادات است. بشیر احمد سادات که مربی بسیار خوب و در سال 2002 تا سال 2009 کاپیتان تیم ملی بود و همچنان 33 ساله است و در شهر کابل زندگی میکنه و همچنان در ترکیب های دو تیم یعنی عباسین صفه و عقابان هندوکش. ترکیب بر شما میگم با مربیگری الیاس احمد منوچهر. ترکیب عقابان هندوکش: علی جبیر لالی، فرهاد توتاخیل، محمد امید عظیمی، مصطفی رضایی، فردین حکیمی، فقیر حسین همتی، جمشید محمدی، مبین رسولی، محمد انور اکبری، عبدالصبور اسیر و محمد افشار. در ترکیب تیم عباسین صفه با سرمربیگری احسان الله شیرزاد، مربی 41 ساله ای تیم. بشیر احمد درمان داخل دروازه، صدیق الله آشنا، اسمت الله جاغوری، رحمت الله حسی، رقیب همت، محمد عارف یوسفزی، خالد غفاری، احمد ولی گلابزوی، حشمت الله غزنوی، رحمت احمدزی و ایمل منگل. بازی در دقیقه دوم است و این هوادارهایی که آمدن امروز به استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان و بازی را از نزدیک تماشا میکنند و هوادارهای این دو تیم است، یعنی عباسین صفه و عقابان هندوکش. از ناحیه دست فردین احساس مظلومیت میکنند. امیدوار هستیم زودترین فرصت و بازی بگردد. خب بازیکنان عباسین صفه توپ به اوت میفرستند، پرتاب اوت به نفع عقابان هندوکش. با شماره 1 علی جبیر لالی داخل دروازه عقابان هندوکش است. فرهاد توتاخیل با شماره 5، محمد امید عظیمی با شماره 4، مصطفی رضایی با شماره 12. ارسال میکنه توپ از ضربه سر اول از بازیکنان عباسین صفه و صدیق الله گلابزوی. یک توپگیری خوب از بازیکنان عقابان هندوکش. طرف وسیر اسیر آفساید نیست، آفساید نیست. کناره های میدان، سمت چپ میدان در مقابل اسیر بازیکن شماره 14 عباسین صفه است، یعنی خالد غفاری. توپ به زیر توپ میزنه و توپ دور میکنه در میانه های میدان. توپ کنترل کرده نمیتونه مبین رسولی و توپ از دست میتونه و دوباره بازیکنان عقابان. بازیکنان عقابان پیش روی میکنه پشت محوطه جریمه، میتونه پاس بده، پاس میتونه. یک شوت خیلی خیلی کمجان و بشیر احمد درمان توپ در اختیار میگیره. لیگ برتر افغانستان روشن. هفته چهارم است و ما دو گروه داریم، گروه A و گروه B. در گروه A طوفان حریرود، سیمرغ البرز، موچهای آمو، دسپین غربازان و در گروه B شاهین آسمایی و عقابان هندوکش، دمیوند اتلان، اود عباسین صفه با هم رقابت میکنن. فرصت بر بازی کنه شماره 7 عباسین صفه یعنی محمد عارف یوسفزی و شوت خود میزنه باوت. در گروه A رقابت ها سیمرغ البرز با 2 بازی 4 امتیاز صدرنشینی گروه است. طوفان حریرود 1 بازی 3 امتیاز دوم است. موچهای آمو 1 بازی 1 امتیاز سوم و دسپین غربازان 2 بازی 0 امتیاز و در مقام چهارم است. شاهین آسمایی هم در گروه B 3 امتیازی است با 1 بازی و عقابان هندوکش 3 امتیازی است با 2 بازی. دمیوند اتلان با 2 بازی 0 امتیاز و عباسین صفه
از یک بازی 3 امتیاز داره، یعنی شاهین آسمایی و عباسین صفه صدرنشین این گروه هستن. توپ اوت میره به نفع بازیکنان عباسین صفه و ایمال منگل توپ کنترل کرده نمیتونه و توپ نمیرسه. خب توپ میگذاره که به اوت بره، توپ پرتاب میشه توسط رحمت الله خوستی. الیاس احمد منوچهر مربی اخوان هندوکش، آغازگر بازی علی جبیر لالی. علی جبیر لالی یکی از دروازه‌بان‌های خوب کشور ما است که در تیم منتخب پنجشیر هم توپ می‌زنه. فرهاد توتاخیل کاپیتان تیم اخوان هندوکش، این سمت، سمت چپ میدان توپ می‌فرسته به فقیر حسین همتی. فقیر حسین همتی با صبور اسیر توپ ارسال میکنه و از صبور اسیر به اسیر نمیرسه. توپ توپ راهی اوت میکنه یار شماره 15 دباسین سپه، یعنی امل منگل داخل محوطه و بشیر درمان توپ در اختیار میگیره. در شبکه الجزیره هم قهرمانی افغانستان خبر دادن و همچنان بر مردم افغانستان تبریک گفتن و همچنان امروز در هندوستان سرخط روزنامه ها با عنوان های درشت خبر قهرمانی افغانستان در جنوب آسیا بود که یک افتخار بزرگ بر ملت مسلمان افغانستان است و زنده باد تیم ملی افغانستان و زنده باد مردم افغانستان. تو با اوت میره به نفع بازیکنان دباسین صفه، این هوادارهایی که آمدن و در استیدیوم هستن و بازیکنهای خود را تشویق میکنن و تیمهای دلخواه خود را تشویق میکنن. فرهاد توتاخیل کاپیتان تیم عقابان هندوکش است و احمد ولی گلابزای کاپیتان تیم دباسین صفه و آفساید گرفته میشه، آفساید بازیکنان عقابان، اولین آفساید به نفع بازیکنان دباسین صفه و قرار از ضربه آفساید اسمت الله جاغوری ارسال کنه. اسمت الله جاغوری همی چهره تو پرسال میشه بلند داخل محوطه جریمه، به حشمت نمیرسه تو، و حشمت غزنوی توپ نمیرسه. حشمت غزنوی بهترین بازیکن میدان شده بود دو هفته قبل که با میوند طلان مسابقه داشتن و خیلی یک گل مقبول هم به ثمر رسان. حشمت غزنوی، حشمت غزنوی که فوروارد 19 ساله دباسین صفه است، قدش 170 سانتی متر است، وزنش 68 کیلومتر و پای تخصصیشان پای راست است و در کیلوگرم البته میبخشین. و حشمت غزنوی در تیم منتخب غزنی همچنان توپ میزنه. فرصت بر بازیکنان دباسین صفه و ضربه سر کمجان، توپ در اختیار علی جبیر لالی و علی جبیر لالی ارسال میکنه این طرف به زمین عباسین صفه. ضربه هند گرفته میشه به رفع عباسین صفه. حشمت غزنوی میگه که خودش توپ ارسال کنه بالای دروازه یایی که داخل محوطه جرمه یایی که پاس بده یا کوتا کار کنه. و این هم چهره الیاس احمد منوچهر مربی عقابان هندوکش که تذکرات لازم را به شاگردایش میگه. توپ ارسال میکنه یار شماره 3 دباسین صفه صدیق الله آشنا و پای چپ صدیق الله آشنا ارسال میکنه تیرک دروازه، تیرک دروازه، تیرک دروازه عقابان هندوکش به لرزه در میاد و اولین زنگ خطر دباسین صفه بر بازیکنان عقابان و این هم ضربه استثنایی تیرک دروازه بداد بازیکنان عقابان هندوکش میرسه. خیلی مقبول زد ضربه شد پای چپ، خیلی حرفه‌ای ارسال کرد صدیق الله آشنا. تو باوت میره به نفع بازیکنان دباسین صفه. بازی گرم میشه. این چهره احسان الله شیرزاد 5 سال در تیم ملی بازی کرده و در تیم منتخب ننگرهار هم بوده، 41 ساله است، مربی تیم دباسین صفه. فرهاد توتاخیل
بازیکنان قابان توپ از دست میتا. یار شماره 14 یعنی خالد غفاری توپ میگیره. خالد غفاری پاس میتا بر رحمت الله. رحمت الله توپ از دست میتا. بازیکنان قابان توپ میگیره و توپ از دست میتا فردین حکیمی و توپ بالاخره به بشیر درمان میرسه. احسان الله شیرزاد هم میگفتم که 5 سال در تیم ملی توپ زدم بر تیم ملی افغانستان و فعلا مربی 19 سال افغانستان همچنان است و تقریبا 7 سال یا 8 سال مربیگری تیم ها را به عهده داره و تجربه مربیگری داره در فوتبال افغانستان. دقیقه 10 0 در مقابل 0 یک بازی سرعتی و یک بازی جذاب تا بالا از هر دو تیم شاید بودیم. آفساید نیست. بازیکنان قابان هندوکش پشت محوطه جریمه میشه. ارسال میکنه به تیر اول و ضربه سر. اومد از محمد انور اکبری و اوت میره. و قابان هندوکش امسال خوب نشان داده و خط نشان کشیده در بازی اول و دوم خود در مقابل حریفای خود. هفته گذشته میوند طلان 2-1 شکست دادن و 3 امتیاز شیرین او بازی را گرفتن و ای هم افسوس های الیاس احمد منوچهر. بازیکنان قابان و خالد غفاری. خالد غفاری میخواد پیشروی کنه. یک بازیکن دو بازیکن در مقابلش است. صدیق آشنا یک توپ گیری خوب است. صدیق آشنا رقیب همت. رقیب همت توپ میگیره. ارسال میکنه بر حشمت. حشمت غزنوی میتونه پاس بده. حشمت غزنوی پاس میده و میکاره هم میکنه. محمد عارف یوسفزای سمت راست میدان. عارف یوسفزای دو نفر در مقابل عارف است و توپ چه میگیرن. فرهاد توتاخیل در خط دفاعی عقابان هندوکش. دقیقه 12 0 در مقابل 0 لیگ برتر افغانستان روشن است. فرهاد توتاخیل سمت چپ میدان پاس میده بر محمد افشار. محمد افشار به زیر توپ میزنه و بلند با پای چپ ارسال میکنه. ضربه سر اول از بازیکنان عقابان هندوکش یعنی عصمت الله جاغوری. توپگیری خوب دوباره از یاران عقابان هندوکش. توپ به اوت میره. امید مربی عقابان هندوکش الیاس احمد منوچهر که تذکرات لازم را به شاگردایش میگه. حشمت غزنوی. حشمت غزنوی دو نفر در مقابل حشمت غزنوی. یک سر توپ عالی کنترل میکنه. توپ به بسیار مقبولی و پاس میده. اوسم سمت چپ میدان به رحمت احمدزای. رحمت احمدزای توپ از دست میده. بازیکنان قابان اسیر. آفساید نیست. میبینیم به توپ میرسه یا خیر. به توپ میرسه. داخل محوطه یک پاس رو به بیرون میخواد بتکه. در آخرین لحظه توپ شب بیرون میزنه رحمت الله خوستی. رحمت الله خوستی توپ رو به کارنر میفرسته و اولین کارنر در رتبه 12 اول شکل میگیره به نفع بازیکنان عقابان هندوکش. رحمت الله خوستی. اگر رحمت الله خوستی نمی بود یک خطر جدی را شاهد می بودیم در دقیقه 12 بالای دروازه عباسین سپی. کارنر ارسال میکنه کوتا در داخل محوطه جریمه و برگشت توپ از آشنا. بازم توپ در اختیار بازیکنان عقابان هندوکش است. از گزارش بازی کم دور نمیریم و از معلومات‌های عمومی پرهیز میکنیم به دلیل از اینکه شنوندای عزیز رادیو آرمان دنبال میکنن و میشنون گزارش و میخواین که از جریان بازی دور نرن. گلابزوی کاپیتان تیم عباسین سفید توپ از دست میده. یک سر توپ عالی. یک سر توپ قشنگ میفرسته به اسیر جمشید محمدی و اسیر نمیرسه به توپ. بشیر درمان توپ میگیره. آغازگر بازی بدون شک بشیر درمان است و پرتاب دست. یه هم هوادارهای عزیز که آمدن و حک کرده اف جی را یعنی افغانستان در پیشانی خود. دختر خانم زیبا. بازیکنان عقابان در خط دفاعی توپ در اختیار دارن. استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان است و امروز نسبتاً هوادارهای زیاد آمده به تماشای بازی حساس و سرنوشت ساز بین دو تیم. یک پاس بسیار عالی میفرسته سمت چپ میدان بر فقیر حسین نعمتی. فقیر حسین داخل محوطه جریمه ارسال میکنه توپ. ایمل منگل توپ به بشیر درمان. بشیر درمان دوباره ایمل منگل.
آشنا. بازیکنان دواسین صفه ارسال میکنه و از ضربه سر اول از فرهاد توتاخیل. فرهاد توتاخیل کاپیتان اخوان هندوکش. توپ میگیره محمد عارف یوسف زای. تو باوت میره. پرتاب باوت به نفع اخوان هندوکش. لیگ برتر افغانستان روشن در بلندترین سطح فوتبالی در افغانستان برگزار میشه. و این لیگ حمایت کنین و ترجیح بتین از همه لیگ های دنیا کرده که لیگ رشد کنه و تیم های بیشتر را ما داشته باشیم در سال های آینده و رقابت های تنگاتنگ و با مدعی های قهرمانی زیادتر. امیدوار هستم یک روز جام حذفی داشته باشیم. امیدوار هستم که انواع و اقسام تورنمنت ها را داشته باشیم. تورنمنت های دوستانه و همچنان تورنمنت های که به خاطر رشد فوتبال افغانستان برگزار شوه برگزار شده ای استیدیوم. بازیکنان اخوان هندوکش. علی جبیر علی توپ میفرسته به خط دفاعی خود. تشویق هوادارای اخوان هندوکش. پشت محوطه جریمه توپ آرام آرام در اختیار دارند بازیکنان اخوان هندوکش و پاس میتابه او سمت بر یار شماره 6 خود یعنی مبین رسولی. بازیکنان دواسین صفی و یوسف زای بر حشمت پاس میتن. حشمت میخواه کنترل کنه توپ. توپ از پایش جدا میشه از پای حشمت به گلابزوی میرسه و گلابزوی هم توپ به اوت میفرسته. هوادارهای عزیز که آمدن و امروز زیادتر از دیگر روز آمدن و این هم نمای زیبای تصویر و یک تصویر نابه که بیرق افغانستان حک کرده برای خود. این هواداره که بدون شک از این دو تیم است و فوتبال دوست است از همه مهمتر. این توپ باور کنین خیلی قدرت داره و این توپ این میدان این فوتبال که همه گیره گرد هم جمع میکنه. 53% در مقابل 47% به نفع دواسین صفی مالکیت توپ است. بازیکنان دواسین صفی. علی جواید لالی. علی جواید لالی توپ میگیره. دقیقه 17-0 در مقابل 0. فرهاد توتاخیل در خط دفاعی اقوان هندوکش. تا به حال یک تیرک که عباسین صفی زده توپشان به تیرک برخورد کرده. دیگه خطر جدی را از دو تیم ندیدیم. پاسکاری های خیلی خوب از بازیکنان اقوان. اسیر توپ نمیگیره و گرفتره میتونه از پیش اسمت الله جاغوری و اسمت الله جاغوری پیشی میکنه. خود اسمت الله جاغوری بر یوسف زای. یوسف زای بر اسمت الله جاغوری. توپ بلند ارسال میکنه. بازم میکنه. قصد ارسال نمیفهمیو. ارسال کرده بود توپ یا به قصد شوت. جوبای. یاس احمد منوچهر. مربی. تیم اخوان هندوکش. مدت 22 سال است که در کمیته ملی المپیک کار میکنه. و عزوت المپیک دارا می باشه. مدت 15 سال هم از فوتبال بازی کرده در کلاب های رسمی و پستش فاروارد بوده وقتی که فوتبال میکرده. الیاس احمد منوچهر. بازیکنان اخوان توپ در اختیار دارن و توپ به اوت میفرسته. رحمت احمد زای. توپ میره با اوت و ضربه دروازه به سود دواسین صفی و بشیر درمان آغازگر بازی است. بشیر درمان آغازگر بازی است. دیشب عجب شب بود و یکی از او شبهای فراموش نشدنی در کابل بود و همچنان در تمام افغانستان و همچنان در هرات، در مزار، در قندهار، در جلال آباد. فرصت بر بازیکنان دوقوان و آفساید. قبلن آفساید گرفته شده. قبلن آفساید گرفته شده. آفساید فقیر حسین همتی و ای افسوس های الیاس احمد منوچهر و ببورت محکوم است و باید ای سه امتیاز بگیر. آخرین بازی اقوان است و گفته میشه که با شاهین آسمانی هم دوباره مسابقه میتن و او امتیاز ها و او مسابقه در اون مسابقه و او گل ها همش حذف شده.
بشیر احمد درمان ضربه آفساید ارسال میکنه. آفساید از طرف کمک داور گرفته شد. علی حسین جعفری کمک داور اول. بازیکنان دعواسین صفه و اشمت ببینیم اشمت به توپ میرسه و یا خیر داخل محوطه میشه. ضربه سر اول از بازیکنان عقابان و توپ به کارنر میره و اولین کارنر بر دعواسین صفه. ببینیم از کارنر خود چگونه استفاده میکنن. صفر در مقابل صفر دقیقه 20 ما یا گل اول خواهیم دید روی ارسالی کارنر و یا خیر. فرهاد توتاخیل کاپیتان عقابان هندوکش و علی جبیر لالی دروازه‌بان هندوکش. توپ ارسال میکنه رقیب همت. توپ ارسال میکنه و بعد ارسال میکنه و توپ اوت میره قبل از اینکه به بازیکنای برسه. به بازیکنای دعواسین صفه. چهره گلابزوی کاپیتان تیم دعواسین صفه. کاپیتان 23 ساله که قدش 170 است و وزنش 73 کیلوگرم است. در تیم منتخب خوست همچنان توپ میزنه گلابزوی. فرصت توپ و خطا نه نخیر خطا نه آفساید. آفساید صبور گرفته میشه. آفساید صبور اسیر. صبور اسیر اعتراض میکنه. اعتقاد به آفساید نداره. بازیکنان دعواسین صفه دار شماره 5 دعواسین صفه اسمت الله جاغوری در بی آفساید ارسال میکنه و بر بازیکنان یک هجوم ببرین و پاسکاری کنین بینتان. جاغوری پاس میده برای ایمل منگل. ایمل منگل به توپ نمیرسه. توپ به اوت میره. پرتاب اوت به نفع بازیکنان عقابان. فقیر حسین نعمتی به صبور میندازد. فقیر حسین نعمتی آفساید هم نیست. پشت محوطه جریمه میشه. داخل محوطه جریمه. بشیر احمد درمان توپ میگیره. بشیر احمد درمان در بازی با میوند طلان در بازی اول دعواسین صفه بدون شک ستاره تیمش بود و واقعا خوب توپ را مهار کرد. مثل فقیریار. فقیریار که واقعا درخشید در تیم ملی و باید لقب عقاب افغانستان برش داد. منصور فقیریار دروازه‌بان تیم ملی افغانستان. جاغوری در خط دفاعی توپ در اختیار دارد. پاس رو به عقب به درمان. درمان به توپ میرسه. پشت خط جزا هم میبره درمان و توپ به اوت میفرسته. پرتاب اوت به نفع بازیکنان عقابان و فقیر حسین نعمتی اوت پرتاب میکنه. محمد افشار فقیر حسین نعمتی توپ از دست میده. فقیر حسین باز زیر توپ میزنه بازیکنان دعواسین صفه. دوباره توپگیری خوب است بازیکنان عقابان. توپ میفرسته به اسیر داخل محوطه جریمه میشه. فرصت گلزنی و نظر میرسه آفساید قبل از ضربه زدن اسیر. آفساید اسیر گرفته شده. اگر آفساید نمی بود حالا نتیجه یک چیز دیگری خاتمی بود و 1-0 به نفع عقابان شاید می بود. شاید توپگیری خوب از بازیکنان عقابان. خیلی در این لحظات حمله میکنن بازیکنان عقابان و خط حمله عقابان آزار داده بازیکنان دعواسین صفه و خط دفاعی دعواسین صفه را. تو به اوت میره و از این فرصت هم استفاده کرده نمیتونن. نمیرسه اسیر به توپ و نمیرسه بازیکنان عقابان به توپ که با یک بغل پا کار را تمام کنن و در دقیقه 23 یا 24 و هم آفساید ها. عقابان هندوکش 5 بار در آفساید گیر ماندن و دعواسین صفه 0. گلابزوی جاغوری بلند ارسال میکنه بر یوسف زای حرکت نمیکنه. یار شماره 9 دعواسین صفه میره و توپ از دست میتر. رحمت احمد زای پاس اشتباه بود. فرهاد تو داخل توپ میگیره. پرتاب اوت به نفع عقابان. عقابان هندوکش. بله یه هوادار عقابان هندوکش است که آمده و شعارم نشته کرده که ما برنده هستیم. بازیکنان عقابان سمت چپ میدان
داخل محوطه جریمه ارسال میکنه. ضربه سر اول، ضربه سر خودم میزنه فقیر حسین نعمتی و تشکری هم میکنه از محمد انور اکبری که پاس خیلی مقبول ارسال کرده بود. این رقم پاسا و این رقم سانترا را دیوید بکام قسم روان میکرد که گویا در سر بازیکن چیده شده ای توپ. دیوید بکامی که حالا باز نشسته شده از کشور انگلیس و خیلی محبوب و خیلی مشهور هم است در بین افغان ها. احساس مظلومیت میکنه فقیر حسین نعمتی. فقیر حسین نعمتی بازیکن آزاد است و در هر سمت میدان میده توپگیری میکنه، موقعیت میسازه بر بازیکنهاش و برخورد بد داشت، برخورد بد داشت با حشمت. به نظر میسه با حشمت بود. امیدوار هستیم به بازی بر بگرده فقیر حسین نعمتی. فوتبال ورزش شماره یک دنیا، شش نفر از بین ده نفر ورزشکار محبوب دنیا فوتبالیست هستند. روزنامه اکیب فرانسه، در روزنامه اکیب فرانسه هفته قبل چاپ شده بود که از ده ورزشکار محبوب شش نفرشان فوتبالی هستند و این محبوبیت بر اساس لایک ها و پیج های که در فیسبوک بازیکن ها و ورزشکارا داره شمار کرده بودند و در صدر لیست کریستیانو رونالدو حضور داشت و نفر بعدی لیونل میسی بود، نفر سومم دیوید بکام بود. نفر سومم دیوید بکام بود که دیوید بکام بازنشسته است و نفر چهارمم مایکل جوردان باسکتبالر و نفر پنجمم ریکاردو کاکا بود. و شش نفر در فوتبال از انستا و نیمار و گرت بیل هم نام برده شده بود و این نشان میتونه که فوتبال رو براشت و خیلی محبوب است بین مردم دنیا. براسیر پاس میده، بشیر درمان خروج موفق، توپ در اختیار میگیره و بشیر درمان خیال هوادارای عباسین سپیر جمع میکنه و خیال مربی خود شیرزاد را. اسیر بازیکن فرصت شناسی است، اگر در آفساید ها نمی بود حال نتیجه دیگر رقم خاتمی بود. بازیکنان اخوان هندوکش سمت چپ میدان، جمشید محمدی، جمشید محمدی و باز هم آفساید. چقدر در آفساید آفساید ها یاد جمله فرگوسن مربی بازنشسته تیم منچستر یونایتد مندازه درباره انزاگی، فلیپو انزاگی ایتالیایی که بر تیم ملی ایتالیا 50 گل زده و در چمپیونز لیگ هم بر میلان 70 گل و در سری ای 43 گل و در مجموع 313 گل در بازی‌های رسمی به ثمر رسانده. فرگوسن دربارش گفته بود از بس که در آفساید مبرامد، فرگوسن یک جمله خیلی جالب گفته بود که امزاگی باید در آفساید به دنیا بیاد میامد با این آفساید هایی که مبرامد. خب حالا بازیکنان و خوابان هندوکش هم خیلی در آفساید برآمدن تا دقیقه 28 و 6 بار و 7 بار و 8 بار آفساید. شوت ها هم 5 در مقابل 5 است اما گل ها 0 در مقابل 0. بازیکنان عقابان از هر دو تیم یک بازی خوب منطقی و زیبا را شاهد بودیم. بشیر درمان از دروازه میاد به پیش و توپ جمع میکنه. بشیر درمان یک فرصت جدی داشتیم تا دقیقه 28. او هم تیرک دروازه عقابان هندوکش به لرزه در آمد توسط آشنا، صدیق الله آشنا، بازیکن ده عباسین سپه، یار شماره 3 عباسین سپه. حشمت غزنوی، حشمت غزنوی ضربه سر میزنه و برخورد میکنه و سر مدافع عقابان هندوکش و علی جبیر لعلی از دروازه میبره، توپ جمع میکنه و خط دفاعی خود توسط دست بازیکنان عقابان و محمد انور اکبری، فقیر حسین نعمتی،
یوسفزای، یوسفزای، ایمال منگال، ایمال منگال پاس میده به رحمت احمدزای، سمت راست میدان و رحمت احمدزای. تو پا کنترل کرده نمیتونه، تو باوت میره، پرتاب باوت و نفع بازیکنان عقابان و اوت پرتاب میشه. فرهاد تو تاخیل در خط دفاعی تو پا در اختیار داره. بازیکنان عقابان میره که یک موقعیت خوب ایجاد شد. صبور اسیر، گلابزوی توپش میگیره، یوسف زای دوباره میته بر گلابزوی و گلابزوی خیلی پس میمونه از توپ و توپ سرعتش زیاد است. به فرهاد تو تاخیل میرسه، کاپیتان تیم عقابان. دو کاپیتان در مقابل هم هستند و توپ در اختیار فرهاد توتاخیل و خطا. خطای خیلی خفیف بالای فرهاد توتاخیل. فردین حکیمی بلند میفرسته به اکبری و اکبری حرکت نمیکنه. اکبری حرکت نمیکنه، توپ به بشیر درمان میرسه. بشیر درمان در دروازه‌بان اول دعواسین صفه. آغازگر بازی بشیر درمان. بازی های لیگ برتر افغانستان هفته چهارم و از عقابان هندوکش بازی سومش است و از دعواسین صفه بازی دومش است. دعواسین صفه از یک بازی سه امتیاز داره که خیلی خوب است برای یک تیم و باید عقابان با برکه. شش امتیازی و هفت امتیازی شود که راه را آسان کرده باشه، آسان تای کرده باشه به مرحله نیمه نهایی و به چهار تیم. بازی را متوقف می سازه بشیر سادات. بشیر سادات داور 33 ساله، 4 سال میشه که او مربیگری میکنه در تیم های فوتبال سباو، نوردو و همچنان در پاکستان در کلاب شاه کلاب بازی میکرد. بشیر سادات، بشیر سادات در یکی از بهترین کلاب های پاکستان که شاه کلاب است بازی میکرده و لیسانس مربیگری گروپ های سیر هم داره. فرهاد تو داخل توپ از زیر پاش به سادگی میره و کنترل کرده نمیتونه، توپ اوت میره به نفع بازیکنان دعواسین صفه. زمره سالنگی یکی از چهره های سایلی و خوشتیپ عقابان است که باز هم روی نیمکت است و ایره دلیل شفقت الیاس احمد منوچهر میفهمه که چرا زمره سالنگی رو روی نیمکت گذاشته، در حالی که مثل فنر وارد دونده است در میدان. بازیکنان عقابان بلند پشت مدافعین پاس میفرسته. ضربه سر اول از بازیکنان دعواسین صفه و بالاخره درمان، بشیر درمان. دقیقه 33 عقابان هندوکش 0 دعواسین صفه 0 و چهره احسان الله شیرزاد 41 ساله را هم دیدیم در تصویر. انور اکبری، اکبری پاس میفرسته به هر فردی. فردی عجب گول دیدنی میزنه این فردی. یه هم تشویق به امان هوادارای بازیکنان عقابان هندوکش و تیم هندوکش. چهره مات و مبهوت بشیر درمان. این هم تکرار صحنه آهسته گل و چقدر زیبایی از پشت محبتی جریمه میزنه و توپ و جال دروازه بشیر درمان میچسبانه. عجب گل زد، عجب گل زدی فردین حکیمی. بازی حالا دیگه هم جذابتر شده میره و جذاب میشه و بدون شک و این هم خوشحالی الیاس احمد منوچهر بعد از زدن گل فردین حکیمی. چه گل قشنگ و گل را به ثمر رسان فردین حکیمی بر تیمش و بر تیم عقابان هندوکش. واقعا مقبولی فردین حکیمی گل اول در دقیقه 33 به ثمر رسان بر عقابان هندوکش. تیم خدا پیش مندازه از تیم دعواسین صفه و
و بدون شک می گفتم که دعواسین صفی هم پس نمیمانه و دست سر دست نمیمانه و نگاه نمیکنه که این سی امتیاز اخوان بگیره. یک در مقابل صفر دقیقه 33 گل به ثمر رسیده و فردین حکیمی گل زده و به چقدر زیبایی گل زده. بازم فردین حکیمی یک نفر به خوبی دریبل میکنه و نفر دوم توپش میگیره. بازیکنان دعواسین صفی در خط دفاعی تکل صبور اسیر و بدون خطا پشت محوطه جریمه پاس میفرسته بر جمشید. جمشید محمدی پاس رو به عقب بلند ارسال میکنه. محمد افشار و تو باوت میکنه. الیاس احمد منشه خوشحال بود از این که فردین یک گل خیلی خیلی زیبا رو به ثمر رسان و یه چهره احسان الله شیرزاد مربی دعواسین صفی. خطا گرفته میشه به نفع بازیکنان دعواسین صفی. از طرف گمک داور خطا گرفته میشه. فردین حکیمی در دقیقه 33 گل زد و گل خیلی زیبا را به ثمر رساند و یکی از بهترین گل‌های لیگ برتر افغانستان روشن بود داخل محوطه جریمه. فرصت گلزنی و گل محمد امید عظیمی 2-0 پیش مندازه و عقابان هندوکش را و خوشحالی الیاس احمد منوچه. فردین حکیمی گل اول در دقیقه 33 هم زد و این چینین پاس خیلی مقبول ارسال کرد بر امید عظیمی کار تمام میکنه و 2-0 پیش میفته از دعواسین صفی و بشیر درمان این گونه مغلوب عظیمی میشن و یه هم خوشحالی و تشکری الیاس احمد منوچهر از عظیمی. واقعا بازی جذاب شده. بازی که گل داشته باشه بدون شک جذاب میشه دیگه. هم عقابان هندوکش و دعواسین صفی 2-0 به نفع عقابان هندوکش. یوسف زای در میان های میدان گلابزوی توپ میگیره برای یوسف زای توپ از دست میده. پاسش اشتباه بود. توپ به فرهاد توتاخیل. فرهاد توتاخیل پاس میفرسته بر عبدالصبور اسیر کجا رفته؟ برای یک لحظه خب به هر صورت بازیکنان عقابان توپ در اختیار داره. فردین حکیمی پاس میفرسته بر فرهاد توتاخیل پیش کشیده مدافع تنومند تیم عقابان هندوکش و خطا به نفع دعواسین صفی. دقیقه 38 2-0 به نفع عقابان هندوکش. عجب گل میزنن این بازیکنان عقابان هندوکش و عجب گلایی را به ثمر میرسانن. و یشمت غزنوی بهترین بازیکن تیم دعواسین صفی، بازیکن خوش تکنیک. ببینیم که جواب بازیکنان دعواسین صفی خصوصا در نیمه اول چی خواهد بود. 7 دقیقه وقت داریم بدون وقت‌های تلف شده در نیمه اول به خاطر جبران گل و در نیمه اول باید بازیکنان دعواسین صفی از شکست فرار کنند. سمت چپ میدان فرهاد توتاخیل توپ در اختیار داره. کاپیتان تیم عقابان هندوکش تشویق به امان هوادارهای عقابان هندوکش که تیم خود تشویق میکنند. پیش روی میکنه این بازیکن خوبی. یک پاس اونقی میفرسته توپش میگیره اسمت الله جاغوری. ایمال منگل سمت راست میدان و توپ میرسه ایمال منگل. یک نفر در مقابل شهست و زیبایی دریبل میکنه ایمال منگل محمد افشار. قبل از توپ اوت رفته و پرتا و اوت به نفع بازیکنان عقابان هندوکش. یک تعویض انجام میشه در ترکیب دعواسین صفی. شمس همین باید داخل میدان بره و گلابزوی احمد ولی گلابزوی و بازوبند کاپیتانی را هم به جاغوری میده. شمس حمیم و شمس توتاخیل و یا شمس توتاخیل
داخل میدان میشه و گلابزوی در دقیقه 39 از میدان میره و جایش میته بر حمیم یوسفزای سمت راست میدان پیشروی میکنه بازیکنان دعواسین صفی و رحمت احمدزای تو باوت میره پرتاب اوت به سود بازیکنان دعواسین صفی رحمت احمدزای با شماره 9 دعواسین صفی و چهره احمد ولی گلابزوی کاپیتان گلابزوی فرصت بر بازیکنان تیم دعواسین صفی از بالای دروازه گذشت احسان الله شیرزاد بازی اول خیلی خیلی خوب بودن بازیکنان دعواسین صفی در مقابل میوند اتلان و یک نتیجه دور از انتظار رقم زدند و دیدار 2 در مقابل 0 میوند اتلان شکست دادند و کارنرها 2 در مقابل 0 از بنفع قابان هندوکش 2 در مقابل 0 نی البته که اشتباه شده و یک کارنر ما شاهد بودم در نیمه اول بر بازیکنان دعواسین صفی که خیلی بعد ارسال کرد تو کارنر و قبل از اینکه به بازیکنها برسه به اوت رفت توپ و کارنرم رحمت الله خوستی است عباسین صفی ارسال کرده بود بالای دروازه تو باوت میرم پرتاب اوت منافع بازیکنان اخوان هندوکش فرهاد تو تاخیل هیئت فدراسیون فوتبال قندهار هم دیدین در تصویر بازیکنان اخوان تو در اختیار داره فردین حکیمی بلند بس انوری پاس میده انور اکبری پیشروی میکنه این بازیکن فرصت گل سوم فرصت گل زنی بشیر درمان و گل و گل عجب گل میزنه 3 در مقابل 0 بازی 3 در مقابل 0 میشه به نفع قابان هندوکش چی شده دعواسین صفی را چی شده او سوپر واکنش های بشیر درمان این هم سر توپ خیلی قشنگ میزنه اکبری یک بازیکن جاغوری را از پیش رو بر میداره و این گونه گل سوم تیم خدا به ثمر میرسانه اکبری واقعا مقبول زد ضربه شوه گرچه که بشیر درمان توپ دفاع کرد و این خوشحالی منحصر به فرد الیاس منوچهر همیشه اگر تیمش باخته هم اما تو لبخند بر لبهایش بوده و اگر برده هم بازیکنان عقابان سید خلا آشنا توپ کنترل کردن نمیتونه بلند و پرتابه خب فردین حکیمی انور اکبری و محمد امید عظیمی 3 گل عقابان هندوکش به ثمر رساندن و چی تیم شده یه عقابان هندوکش و سخت به 3 امتیاز ضرورت داشتن و خاطر که بازی 3امشان بود در گروه در مرحله گروهی و دیگر بازی نداشتن و این راه سود برشان آسان میسازه که به 4 تیم سود کنن حشمت غزنوی به توپ نمیرسه علی جوبیل علی میبره از دروازه توپ در اختیار میگیره حشمت غزنوی یک بازیکن دونده در ترکیب دعواسین صفی خیلی زحمت میکشه بر تیم دعواسین صفی کسی که خوب بازی میکنه بدون شک باید گفته شود که خوب بازی میکنه ای سمت بازیکنان عقابان جمشید محمدی خود جمشید پاس میفرسته بر کدام بازیکن بر فردین حکیمی بشیر درمان توپ میگیره پرتاب دست پرتاب توسط دست انجام میشه و سمت چپ میدان به حشمت میرسه و یه هم تکرار آهسته تصویر که اینچنین فردین حکیمی فرصت از دست داد و این طرف برخورد صورت میگیره بازی خیلی جذاب و گرم از دقیقه 44 هم 1 دقیقه بدون وقت های تلف شده زمان باقی است میگم هوادارهای عزیزی که آمدن به استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان و هوادارهای مشتاق که آمدن و هوادارهای فوتبال دوست که آمدن و بازی را سیل میکنن از نزدیک و از استادیوم
مشخص نشد در ما تصویر آهسته را می‌دیدیم کدام بازیکن برخورد داشت با کدام بازیکن و کدام بازیکن احساس مظلومیت میکنه. فرهاد تو تاخیل با خالد غفاری برخورد داشت. خالد غفاری احساس مظلومیت میکنه. امیدوار است مظلومیت جدی نباشه. سه در مقابل صفر. دو دقیقه وقت اضافی در نیمه اول. دواسین صفحه دیگر اشتباه نباید کنند. در نیمه دوم باید به دنبال گل باشند. در نیمه دوم باید بازی را طوفانی آغاز کنند. از خط دفاعی برایند، دل به دریا بزنند، حمله کنند، حمله کنند، حمله کنند تا که سه گل که خوردن جبران شود. سه گل را کاقابان هندوکش به ثمر رسانده، عظیمی به ثمر رسانده، فردین حکیمی و همچنان اکبری. و فردین حکیمی خیلی گلش استثنایی و حرفه‌ای بود، خیلی مقبول به ثمر رسان او گل. گل اول ای بازی را جاغوری تو ارسال میکنه. جاغوری میخواد با پای راست ارسال کنه، بلند با تیر دوم. ضربه سر اول از بازیکنان عباسین صفه. ضربه سر اول از بازیکنان عباسین صفه و این چهره به نظر میرسه صدیق الله آشنا بود. بله صدیق الله آشنا بود. ضربه سر خود زد و از بالای دروازه گذشت. بازیکنان قابان بس زیر توپ میزنن، توپ دور میکنن، آفساید هم نیست، توپ به جاغوری میرسه. ضربه سر اول از جاغوری و توپ در اختیار بشیر درمان. بازیکنان در عباسین صفه و توتاخیل. شمس توتاخیل در ترکیب تیم در عباسین صفه و اکبر توتاخیل. اکبر میگیم بازم نام همکار ما رو یادآوری میکنیم. و فرهاد توتاخیل در ترکیب تیم عقابان هندوکش. دو توتاخیل داریم، یک توتاخیل دیگه هم داریم که فعلا در گزارش فوتبال در تلویزیون لمر هستن. جا داره که از همه شما شننده های عزیزی که فعلا آرمان هم بشنوین و خدا کنه از گزارش بازی خسته نشین و کسایی که بی صبرانه منتظر هستن همش و هر لحظه میشنوین رادیو را و میخوان که از گزارش بازی دور نرن و در جریان بازی باشن. بازیکنان عقابان خیلی خوب بازی کردن. بازیکنان عقابان آفساید نیست. اکبری، اکبری میخواد پیش روی کنه، داخل محوطه جریمه میشه. اکبری، اکبری، اکبری تو بشیر درمان میگیره و دو مرحله جمع میکنه تو بشیر درمان. بشیر درمان او بشیر درمانه که در مسابقه اول در مقابل میوند اطلان بود، در این مسابقه نبود و خیلی گلای دو گل ساده را خورده بشیر درمان. این هم تکرار صحنه آیسته ای که فرصت بر گل چهارم بود. نیمه اول به پایان میرسه با برتری 3 در مقابل 0 به نفع عقابان هندوکش. در نیمه دوم با ما باشیم. به نام خدا و سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و همچنان شنونده های عزیز رادیو آرمان. بیننده های عزیز تلویزیون طلوع و هموطن های عزیزی که در هر کجای هستین و رقابت های لیگ برتر افغانستان روشن میبینین، هفته چهارم بازی های گروهی این رقابت ها است و دو تیم در گروپ بی قرار دارن، عقابان هندوکش و عباسین صفه. و هم صحنه گل اول که فردین حکیمی با زیبایی هرچی تمامتر و ثمر رسان. فردین حکیمی و خوشحالی فردین حکیمی بعد از گل. یه هم خوشحالی الیاس احمد منوچهر مربی تیم عقابان و این گل دوم که با پاس جمشید و امید عظیمی به ثمر رسان. در دقیقه 37 2 در مقابل 0 به نفع عقابان و گل سوم میبینیم. حال داد فریادهای بشیر احمد درمان. خوشحالی الیاس احمد منوچهر یکی از چهره های دوست داشتنیه لیگ برتر افغانستان روشن و یک گل سوم خیلی زیبایی است
محمد انور اکبری. 3-0 در نیمه اول. بازی به پایان رسید به نفع خوابان هندوکش. ببینیم نیمه مربی ها را کدام مربی میبره و ببینیم نیمه مربیان نیمه متفاوت است و باید دباسین صفه از خط دفاعی در نیمه دوم براین و دل به دریا بزنن و حمله کنن و حمله کنن و هیچ اشتباه هم نکنن تا باشه که جبران کنن 3 گل خورده را که از عقابان خوردن در نیمه اول. نیمه دوم شروع شد. نیمه دوم بدون شک متفاوت است و هیجانی و مهیج و فوق‌العاده حساس بر هر دو تیم است. پیش بینی کرده نمیتونیم که عقابان هندوکش برنده است و گرچه که شانس پیروزی زیاد است اما بازم فوتبال فوتبال است و غیر قابل پیش بینی. صدیق الله آشنا بر اشمت غزنوی. اشمت غزنوی به توپ نمیرسه. فرهاد توتاخیل یک پاس رو به عقب بر یار شماره 12 خود میفرسته. فرهاد توتاخیل. بازیکنان عقابان توپ از دست میته در نیمه های میدان. توپ رقیب همت میفرسته به اشمت. اشمت نمیرسه. ضربه سر اول از اکبر از فرهاد توتاخیل. پرتابه اوت به نفع و جا داره که از خدمات صحی کابل امبولانس تشکری کنیم. هر یک عبدالناصر، سید جواد، محمد ظلمی و عبدالرازق خان. سپاس فراوان از اینا و از کابل امبولانس همچنان. خب بازیکنان عقابان توپ در اختیار دارن. در نیمه دوم تعویض دیگری انجام شده در ترکیب عقابان هندوکش. زمره سالنگی کس که انتظار میرفت بیاید به نیمه دوم و توپ بزنه در ترکیب عقابان هندوکش و حالا آمده و میخواد هنرنمایی کنه. زمره سالنگی که در تیم 19 سال افغانستان در تیم ملی هم است و توپ میزنه در تیم ملی 19 سال افغانستان. بازیکن خوش تکنیک و دونده است و فقط وزنش زیاد کم است و فیزیک نداره مثل نیمار بارسلونا واره. ضربه سر اول است بازیکنان عقابان و توپ به کارنر میره. کارنر شکل میگیره در نیمه دوم در دقیقه 47 اولین کارنر بر بازیکنان دواسین صفحه و این هم ارسال که توسط خالد غفاری شد و توپ به اوت فرستاد فقیر حسین نعمتی. کارنر با پای چپ ارسال میشه. تیر اول ضربه سر اول از فرهاد. فرهاد ضربه سر میزنه. بازم بازیکنان دواسین صفحه. زمرای سالنگی توپ از دست میده. زمرای و فرهاد. خالد غفاری توپ میگیره. زمرای سالنگی. زمرای سالنگی یه بازیکن میفتیم که وزنش کم است و از آنقدر که باید فیزیک قوی داشته باشه نداره اما خوش تکنیک و دونده است و استایلی است. استایل فوتبال داره زیاد. زمرای سالنگی توپ به زمرای سالنگی نمیرسه و بر محمد امید عظیمی میرسه که توپش میزنه به اوت. یه هم تکرار صحنه فرصت قبل که ایجاد شد و زمرای سلیپ زد و نرسید و توپ خدا این چینین به اوت فرستاد عظیمی. دروازه‌بان بشیر درمان. بشیر درمان سمت راست میدان. قریب است که آشنا یک اشتباه کنه و توپ میفرسته به جاغوری. جاغوری توپ بلند ارسال میکنه. میرسه به فرهاد توتاخیل. فرهاد توتاخیل مبین رسولی. دوباره فرهاد توتاخیل. یک پاس رو به عقب به دروازه‌بانشان علی جبیر لالی. علی جبیر لالی سمت راست میدان بر امید عظیمی. امید عظیمی میخواد پیش روی کنه. یک نفر به سراغ امید میاد. پاس خود میندازه پیش از او که به سراغ بازیکن بیا مدافعین و بازیکنان دواسین صفه و فردین حکیمی و فرهاد توتاخیل. دوباره سمت چپ میدان بر بازیکنان عقابان هندوکش و توپ در اختیار بازیکنان عقابان هندوکش است. تو باوت نرفته. تو باوت نرفته. پاس خود میفرسته به فرهاد. فرهاد پیش کشیده. مدافع تنومند عقابان هندوکش. خطا هم نیست و پرتاب باوت به سود بازیکنان دعباسین سپی. داور اعتقاد به خطا نداره. اوت پرتاب میشه. دقیقه 5 3-0 به نفع عقابان. عقابان پاسکاری های
اخوان هندوکش و مبین رسولی. مبین رسولی بلند در سال میکنه با امید عظیمی. امید عظیمی سمت راست میدان. امید عظیمی یک نفر یوسف زای به خوبی دریبل میکنه اما از آشنا نمیگذره. حشمت و توپ حشمت میرسه و خیر میرسه، بله تو بشمت میرسه و کنترل ناقص از حشمت. دوباره یاران ده عباسین سپه این سمت توپ میفرسته بر یار شماره هشتشان که در نیمه دوم به میدان آمده، فواد عبدالله. فواد عبدالله آفساید فواد عبدالله گرفته میشه و ضربه آفساید هم فرهاد توتا خیلی ارسال میکنه. هوادارهای عزیزی که دختر خانمای عزیزی که آمدن به ورزشگاه و بازی را از نزدیک تماشا میکنن در فدراسیون در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان. بازیکنان عقابان پشت محوطه. ایمل منگل به خوبی توپ میگیره بدون خطا، میخواد پیشروی کنه. ایمل منگل توپ میفرسته بر حشمت. حشمت سمت راست میدان پاس میده بر یار شماره 14 خالد غفاری. خالد غفاری در مقابلش فرهاد است. فرهاد توپ میگیره. فرهاد تو تاخیل خود فرهاد. بازیکنان عقابان در خط دفاعی و توپ ارسال میکنه سمت راست میدان، سمت چپ میدان بر اسیر. اسیر پیشروی میکنه داخل محوطه جریمه. اسیر فرصت گلزنی برز مرای بشیر درمان. توپ برگشت میده و جاغوری توپ دور میکنه از ساحه خطر. بازیکنان دباسین سپه ببینیم زده حمله شکل میگیره و یا خیر حرکت نمیکنه بازیکنان دباسین سپه و توپشان از دست میده و به علی جبیر للی توپ میرسه. یک بازیکن که حرکت میکنه با توپ باید دو سه نفر بازیکنهای دیگه حرکت بدون توپ داشته باشن. حرکت بدون توپ یعنی وقتی که بدون توپ حرکت کنن یک مدافع، دو مدافع، سه مدافع با هر قدر که حرکت میکنن از افراد حریف مصروف از او بازیکن میشه و یک نفر در مقابل صاحب توپ میمونه و یک نفر به خوبی میتونن بازیکنها که دریبل کنن. بشیر درمان هم از ناحیه ران احساس مظلومیت میکنه و این هوادارهای عقابان هندوکش است آمدن در استادیوم 5500 نفری فدراسیون فوتبال افغانستان و زودترین فرصت سکوها زیادتر و زیادتر میشه و شاید هم به 6000 نفر برسه و استادیوم 6000 نفری شوه بر استادیوم بر فدراسیون فوتبال افغانستان. دقیقه 53 عقابان هندوکش 3 عباسین سپه 0. تلویزیون طلوع را نگاه میکنین و سلامای ما تقدیمتان در هر کجایی که هستین و کسایی که تازه پیوستن و این دیدار حساس و فوق العاده گرم تماشا میکنن. پرتاب اوت به نفع بازیکنان عباسین سپه و قرار است اوت پرتاب شد داخل محوطه جریمه بر تو تاخیل نمیرسه به توپ و ضرب سر اول از بازیکنان عقابان. این طرف زمرای سالنگی توپ میگیره پا به توپ میشه. زمرای سالنگی خطا بالای زمرای سالنگی از طرف ایمل منگل معترض است. سالنگی خطا اینچنین انجام شد بالای زمرای سالنگی. فرهاد تاخیل ضربه خطا را میزنن. ببینیم کوتاه کار میکنن و یا پشت محوطه، پشت مدافعین یا داخل محوطه توپ ارسال میکنه. فرهاد بلند پشت مدافعین. ضربه سر اول از جاغوری ضربه سر میزنه. زده حمله ببینیم شکل میگیره. حشمت غزنوی توپ میفرسته بر یار شماره 8ش فواد و توپ نمیرسه. فواد توپ دوباره میگیرن بازیکنان عقابان. زمرای سالنگی میتونه پاس بده. زمرای سالنگی پاس میده سمت بس سمت چپ میدان داخل محوطه جریمه میشه. یار شماره 14 جهان جمشید محمدی که یک پاس گل هم در نیمه اول داد بر امید عظیمی و گل دوم به ثمر رساندن بازیکنان عقابان هندوکش. و این هم داور عزیزی که رضا آمده و فوتبال نگاه میکنه و تصویر خیلی نابش گرفتن شکار کردن فیلم بردارای عزیز ما امید عظیمی و چقدر زیبایی پاس خودم میفرسته بر فردین.
اسیر و آفساید اسیر گرفته میشه. آفساید گرفته میشه. توسط کمک داور یعنی خسرو سمون. یک تعویض در ترکیب اخوان هندوکش. سخی کنان قرار است از دقیقه 55 داخل میدان بره و جایش جای امید عظیمی رو بگیره. امید عظیمی گل دوم هم به زیبایی هرچی تمام به ثمر رساند و حالا در دقیقه 55 تعویض جاغوری بلند بینیم اشمت غزنوی به توپ میرسه نه میرسه به توپ ضربه سر اول از فرها این سمت چپ میدان زمرای سالنگی استارتاش لوکا مودریچ وارس زمرای سالنگی با چقدر زیبایی دیوال میزنه زمرای سالنگی و توپ این سمت میفرسته به اکبری سمت راست میدان داخل محوطه ضربه سر اول از جاغوری زمرای سالنگی از بالای دروازه میگذره تو باوت میره لیگ برتر افغانستان روشن است و این دو تیم در گروه بی با هم رقابت میکنن و با این نتیجه عقابان هندوکش شش امتیازی میشه یک بازی هم و شاهین آسمایی داشتن گفته میشه که او بازی امتیازات و گلهایش حذف شده و دوباره گرفته میشه به خاطر حضور اسلام امیری در ترکیب شاهین آسمایی هشمت غزنوی سر توپ هشمت غزنوی فرهاد تو داخل توپ چه میگیره در مقابلش باز هم هشمت غزنوی صاحب توپ میشه بلند نه بلکه زمینی ارسال میکنه داخل محوطه ضربه سر اول میخواد بزنه خالد غفاری و به توپ نمیرسه توپ بلند بود و توپ اوت میره به سود بازیکنان عقابان هندوکش سخی کنان اوت پرتاب میکنه 3 در مقابل 0 به نفع عقابان هندوکش دقیقه 57 میخواد یک حرکت تکنیکی بره فردین حکیمی که توپ از دست میده بازیکن های عباسین سپه توپ میگیره تو داخل پاس خدا امقی میفرسته به داخل محوطه جریمه و آرام آرام به طرف اوت میره و علی جبیر لعلی دروازه‌بان تیم عقابان هندوکش آغازگر بازی است و هم چهره احسان الله شیرزاد مات مبهوت در نیمکت نشستن و بازی را تماشا میکنن با شاگردایش مثل مقیم متین، فتا غفاری، جانه گزنگ، عارف زیدان فرصت دیگر بر بازیکنان عقابان بلند ارسال میکنن میبینیم مسیر گل چهارم به ثمر میرسنه و یا خیر به گل تبدیل نمیشه خیلی شوتش کم جان بود و بشیر درمان توپ جمع کرد به راحتی رحمت توپ از دست میده و بازم بازیکنان عباسین سپه در نیمه های میدان میخوان پیشروی کنن یوسف زای توپ در اختیار داره یوسف زای داخل محوطه جریمه ضربه چیپ خودم میزنه یوسف زای و با بچانسی گل نمیشه در دقیقه 57 و این تکرار تصویر حرکت آهستهش از یک نمای دیگر و ضربه چیپ که ارسال میکنه داخل بالای دروازه و تو باوت میره با گل تبدیل نمیشه که حسرت ها بر عباسین صفی همچنان ادامه داشته باشه رحمت الله خوستی تو تاخیل اشمت غزنوی تو تاخیل شمس تو تاخیل دوباره بازیکنان عقابان هندوکش توپگیری خوب از بازیکنان عقابان هندوکش این طرف سمت راست میدان اسیر عبدالصبور اسیر خیلی بازیکن خوش تکنیک و یک نفر با آسانی میتونه دریبل بزنه ببینیم آیا خطا هست بالای اسیر و یا خیر از ناحیه صورت احساس مظلومیت میکنه صبور اسیر بله برخورد انجام شد اما عمدی نبود از طرف آشنا عمدی نبود برخورد بله عمدی کاملا واضح بود که قصدن صورت نگرفت حسن ایمال منگل هشمت غزنوی داخل محوطه جریمه توپش به اوت میره علی جبیر لری کودک زیبا و قندول که آمده در استادیوم بدون شک با پدر و مادر خود آمده و بازی را نگاه میکنه و
بدون شک بازی های تیم ملی افغانستان در رقابت های جنوب آسیا و چقدر بد شانس بود این طرف عبدالصبور اسیر تیرک دروازه به صدا در میاره بر عقابان هندوکش و در نیمه دوم یک تیرک میزنن که در تیرک ها هم یک در یک شون هر دو تیم. و میگفتیم که بازی های تیم ملی افغانستان در رقابت های سیف چمپیونشیپ نیپال 2013 خیلی تاثیر گذاشته بر بالای روح روان مردم و خیلی از کسا به فوتبال علاقمند شده صرف به خاطر فوتبال افغانستان، صرف به خاطر شیربچه های افغانستان. خطا در یک موقعیت مناسب بر بازیکنان در عباسین صفی بینیم. از این خطا چیگونه استفاده میکنن؟ در دقیقه 60 حشمت غزنوی و صدیق الله آشنا رفته که پشت توپ استاده هستن و ببینیم کدامشان ضربه خطا را میزنن. در سانتیاگو برنابو در مقابل دورتموند اوزیل با پای چپ این چینین از این موقعیت یک گل خیلی خیلی قشنگ گل مساوی داخل دروازه دورتموند کرد که 2-2 به خاتمه یافت. ضربه خود ارسال میکنه از بالای دروازه میگذرن. او ضربه را در مقابل دورتموند اوزیل زده بود، اوزیل که از رئال مادرید رفت به تیم آرسنال و رئال مادرید ترک کرد و خیلی از رئالی ها افسوس از دست دادن مسعود اوزیل میکنن. بازیکن مسلمان خوش اخلاق و حرفه‌ای آلمانی تیم رئال مادرید و همچنان رئال مادرید پردرآمدترین باشگاه دنیا در سال 2013 شد که 520 میلیون تقریبا یورو درآمد داشته در سال 2013 و همچنان بهترین مربی هایی که پر درآمد بوده در سال 2012 و 2013 20 مربی که اعلام شد و مربی اول هم خوزه مورینیو بود از چلسی که 12.7 میلیون یورو اگر اشتباه نکنم پر درآمدترین مربی سال 2012-2013 شده بود. احساس مظلومیت میکنه یک بازیکن عقابان هندوکش و امیدوار هستیم که با بازی بر بگرده ای بازیکن خوش اخلاق و خوش تکنیک عقابان هندوکش و بازی. سه در مقابل صفر به نفع عقابان هندوکش از بازی و لیگ برتر افغانستان روشن است. در هر کجایی که هستین امیدوار هستین جور و صحتمند و سرحال و خوشبخت باشین شما افغانای عزیز. احساس مظلومیت میکنه شمس تو داخل که در نیمه اول بعد از دقیقه 28 اگر اشتباه نکنم داخل میدان شده بود. این هفته رقابت های مقدماتی جام جهانی هم خیلی بازی ها برگزار شد که در مهمترین بازی ها ایتالیا 2-1 جمهوری چک شکست داد. در گروه سی سوئد 1-0 قزاقستان شکست داد، اتریش 1-0 ایرلند شکست داد و هفته قبل در یک بازی خیلی حساس و جذاب پرتغال 4-2 ایرلند شماری را شکست داد با 17 امتیاز و روسیه هم تانست حریف خود از 3-1 یعنی اسرائیل در هم بکوبه و به صدر جدول بره و پرتغال به عنوان تیم دوم است در گروه. احساس مظلومیت میکنه شمس توتاخیل و یا شمس حمیم از دماغش خون جاری است و امیدوار هستیم که مظلومیتش خیلی خیلی جدی نباشه. و همچنان اوکراین و انگلستان در صدمین بازی ملی فرانک لامپارد 0-0 انگلستان یعنی متوقف شد.
بلاروس هم 2 و فرانسه 4 و فرانسه با یک برد خوب خیلی ضرورت داشت به این برد فرانسه. و همچنان کریم بنزما نیمکت نشین بود در این بازی. ارجنتین هم 5 در مقابل 2 پاراگوئه را شکست داد و سود کننده. اگر بارسلونایا هم خواستن اگر که یک بازی دیگه انجام بتن و یک مساوی دیگه را بگیرن ارجنتینی ها، او وقت سود میکنه تیم ملیشان به جام جهانی. و بارسایی ها خواستن که دیگر اگر سود کردین در بازی های باقی مانده لیونل میسی را دعوت نکنین، به خاطر که خیلی مراقب لیونل میسی هستن بارسلونایا و ستاره تیمشان است که اتفاقات بعد سال گذشته رخ نده در بارسلونا. حشمت غزنوی چی توپ را از دست میته؟ ایمال منگل توپ ارسال میکنه و حشمت غزنوی اینجا توپ از دست میته. کاستاریکا و امریکا هم صعود کردند به جام جهانی برزیل 2014 و قبل از او کشورهای ژاپن، استرالیا، ایران، کره جنوبی صعودشان قطعی ساخته بودند. مقدونیا هم 1 و اسکاتلند 2 شکست خورد مقدونیا. و ارمنستان هم در مقابل دنمارک 1-0 شکست خورد در این هفته. این بازی های مهم مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل بود که بر شما بس هم شما رساندم. بازیکنان اقابان جاغوری توپ میگیره، یک یار کمتر است بازیکنان دواسین صفه و حالا تعویض انجام میشه در ترکیب تیم دواسین صفه. تو تاخل که در نیمه اول آمد در دقیقه 28 و حالا تعویض میشه دوباره و یار شماره 16 دواسین صفه داخل میدان میشه. مرزاگل زازعی تو تاخل میره و زازعی میره به ترکیب. خب حشمت غزنوی سمت راست میدان، حشمت غزنوی داخل محوطه میشه، ضربش کمجان و برخورد میکنه با فرهاد تو تاخل و علی جبیر لعلی دروازه‌بان تیم دواسین صفه توپ جمع میکنه بلند. سیدی قاشنا ضربه سر میزنه، ضربه سر اول از سیدی قاشنا. جمشید خود جمشید، سیدی قاشنا در مقابلش است. مالکیت توپم 37 در مقابل 63 درصد است به نفع قوان هندوکاش و نتیجه هم 3 در مقابل 0 است. و ای هم نیمکت نشین های عباسین صفی و بازیکن مظلومه که قبلا مظلوم شد و از میدان به بیرون رفت. تو تا خیلی یعنی ببینید زمرای به توپ میرسه، یک پاس رو به بیرون و قبل از او آفساید زمرای گرفته میشه. بشیر درمان توپ در اختیار میگیره. دقیقه 67 است، بازی آرام شده. فرصت بر بازیکن‌ها و فرصت بر بازیکن‌های عقابان و فردین و حکیمی. فرصت گلزنی بود و میرفت یک فرصت خوب ایجاد شد با یک تکل خیلی عالی. توپ شزد به دور جاغوری. تا این لحظه کاپیتانی خود خوب انجام داده جاغوری و خوب دفاع میکند، جانانه دفاع میکند. بازیکنان عقابان و بازم توپ دور میکنند. سخی کنان توپ میته بر جمشید محمدی به صبور اسیر. عمقی ارسال میکنه بر بازیکنان و بر زمرای سالنگی و خروج موفق بشیر درمان. خروج موفق بشیر درمان و توپ سمت راست به بازیکنهای عقابان هندوکاش میرسه. فرهاد تو تاخیل کاپیتان تیم عقابان هندوکاش. فرهاد تو تاخیل توپ سمت چپ میدان هدایت میکنه و به یارای خود میفرسته. یار شماره 9 عقابان که در نیمه دوم به میدان آمده و در نیمه دوم بازی میکنه. رفیع ظریفی، حشمت بارکزای و بازم فرهاد تو تاخل. حشمت بارکزای در ترکیب تیم ملیس و حشمت غزنوی. این حشمت و اون حشمت تخلصایشان فرق میکنه و
و بازی‌های ملی رو دیدیم چقدر بازی‌های ملی بالای ما تاثیر گذاشته. و بازم بشیر درمان توپ جمع میکنه در دقیقه 70، 3-0. دواسین سپه باید 4 دفاع است و باید یک دفاع کمتر کنه و یک هافبک هجومی و یک فوروارد اضافه کنه احسان الله شیرزاد تا تیمش بتونه حداقل به نتیجه تساوی برسه و 3 گل جبران کنه. 20 دقیقه خیلی وقت است در فوتبال، 20 دقیقه خیلی وقت است. میتونه فرصت سازی فوتبال 4 گل میخواهند هوادارای عقابان هندوکش. سخی کنان، اکبری سمت چپ میدان، زمرای سالنگی توپ و توپ میرسه و قبل از او توپ به اوت رفته و توپ نمیرسه. زمرای سالنگی جمشید توپ نگیره سال 2010 تیم ملی 21 سال افغانستان در مسابقات چلنج کپ المپیکی به مربیگری خود تانست نایب قهرمان بسازه. فردین حکیمی توپ از دست میتا، خطا بالای بازیکنان دواسین صفه شکل میگیره در دقیقه 71 بالای یوسف زی. محمد عارف یوسف زی حشمتی این گونه توپ ارسال کرد و یوسف زی توپ کنترل کرده نمیتونه و بالای یوسف زی خطا صورت گرفت. بازم در موقعیت هست که چند لحظه پیش صدیق آشنا توپ ارسال کرد و از بالای دروازه ضربه گذشت. موقعیت مناسب است بر بازیکنان دواسین صفه. هوادارا با پرچم مقدس افغانستان آمدن به استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان و بازی را تماشا میکنن از نزدیک. خوشحال هستن و از همه مهمتر دیشب و امروز وقتی که دیدیم در افغانستان و در شهرهای بزرگ افغانستان مثل هرات، مثل مزار شریف، مثل کابل، مثل جلال آباد، مثل قندهار و این هم برخورد هایی که انجام شد و یوسف زی احساس مظلومیت میکنم و خیلی ای خوشی و خیلی شادمانی ها بی سابقه بود در افغانستان. از همه مهمتر ای که همگی یک دست شده بود و عارف کارگرم این فرصت رو میبینیم. حشمت توپ ارسال میکنه و تیر دوم، ضربه سر اول از جاغوری توپ دور میکنه. آفساید هم نبود، آفساید جاغوری نبود و توپ به اوت میره سمت عارف کارگر و یا یوسف کارگر. مربی تیم ملی افغانستان هم تبریکی داده بود بر مردم عزیز افغانستان و گفته بود که خدا کنه که این مسابقه به تحکیم وحدت ملی در افغانستان کمک کنه و دوای همه دردهای افغانستان صرف و صرف وحدت ملی است. تو باوت میره و آغازگر بازی علی جبیر لالی دروازه‌بان تیم عقابان هندوکش. دقیقه 73 و این چهره احسان الله شیرزاد، احسان الله 41 ساله، 2 سال مربیگری در تیم 17 سال افغانستان هم داشته و چقدر زیبایی یک سر توپ میزنه، یک دریبل خیلی مقبول و پاسش اشتباه بود. این چهره از مرای سالنگی من حیث یک فوتبال دوست وقتی بازیش هم میبینم لذت میبرم، نه ای که طرفدار تیمشان باشم و و طرفدار هیچ تیم دیگه ای که در لیگ برتر افغانستان روشن است. هر تیمی که ببره ببازه بر ما هیچ گونه فرق نداره، صرف و صرف این جوانای افغانستان برسن و این جوانای افغانستان به میادین بین المللی برسن و رقابت کنن و به رقابت بپردازن و به خاطر محکم کردن و محکم ساختن تیم ملی افغانستان کمک کنه، لیگ برتر افغانستان به استعداد یابی کنه. زمرای سالنگی فرصت گل چهارم، زمرای گل چهارم، گل چهارم، خوشحالی های الیا، گل می
میزن از مرای وطن دومم. این اخوان هندوکش است که برتری خود ثابت میکنه از عباسین سپید. چی شده ای عباسین سپید؟ ای عباسین سپید هفته قبل نبود که در مقابل میوند طلان ظاهر شده بود و ای هم تکرار گل از نمای دیگر که زمرای سالنگی خیلی زیبا و بغل پا کار تمام کرد. گل برای خوابان هندوکش در دقیقه 74. بشیر احمد درمان ستاره قبلی نیست و عباسین سپی تیم هفته قبل نیست که در مقابل میوند طلان ظاهر شده بود. 4 در مقابل 0 دقیقه 75 زمرای سالنگی تیم خدا پیش مندازه. خیلی حال راحت بازی میکنن بازیکنان عقابان و کم کم انگیزه بازی کردن از عباسین صفی از دست میتونه. جالب است تو پیشتر 4 گل میخواستن هوادارهای عقابان، حال 5 شد. عقابان هندوکش نتایج ضعیفی را که پارسال گرفته بود امسال با تغییرات 50% و 60% خیلی خیلی مقبول شده. دو گل هم که زده بودن گل سیام تقاضا داشتن. گل سیام که زدن گل چهارم تقاضا داشتن. گل چهارم حالا گل پنجم. خب ما در استودیو بودیم با همکارای عزیز ما، وقتی که یک گل تیم ملی به هندستان میزنیم که زد گفتیم یک گل دیگه، یک گل دیگه زده بود. ما هم تقاضای گلای بیشتر داشتیم، حداقل میگفتیم یک 4 گل به هندستان بزنه. خب خیر فاینال بود، کدام بازی نبود. خب بازم بچه ها خوب بازی کردن و دمشان گرم که اینقدر لبخند و اینقدر خوشی و شادمانی را بر ملت غمدیده خدا آوردن. و خب امیدوار هستیم که از این خوشحالی ها همیشه داشته باشیم در افغانستان، نه در تنها در فوتبال بلکه در دیگر ورزش ها. فرصت گلزنی، گل پنجم در راه است و بشیر درمان توپ میگیره. در امر گلزنی ناکام میمانه این بار محمد انور اکبری. ای چهره محمد انور اکبری یار شماره 11 عقابان هندوکش میره که گل پنجم و ثمر برسانه. خیلی ضعیف ضربه خود زد و بشیر درمان توپ گرفت و این سمت هم توپ باوت میره و ضربه دروازه به نفع بازیکنان عقابان هندوکش. و علی جبیر لالی آغازگر بازی کوتاه کار میکنه با خط دفاعی خود. علی جبیر لالی بازیکنان عقابان هندوکش خیلی خوب بازی کردن این دیدار و در دیدار با میوند طلان هم خوب بازی کردن، اگرچه که میوند طلان بد شانس بود در دو بازی که انجام داد و نتانست نتایج خوبی را بگیره. امسال که میوند طلانه که مدعی اصلی قهرمانی بود در رقابت های لیگ برتر افغانستان و گل هندوکش و جمشید محمدی 5 در مقابل 0 پیش مندازه تیم خود و چی میکنه این عقابان و چی شده ده عباسین سپیرا. 5 در مقابل 0 و خیلی 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 خوشحال هستن از این بازی زیبایی که میکنن و از این گلای زیبایی که به ثمر میرسانن. و چی شده بشیر درمانه که این بار مغلوب بازیکنهای عقابان هندوکش شدن. یک بازی پرگل دیدنی را تماشاگر بودیم از هر دو تیم و خصوصاً از تیم که با گل دستید و 5 گل دستیدن. عباسین صفی هم انصافاً خوب بازی کردن اما خط دفاعیش خیلی ضعیف کار کرده. چی شده احسان الله شیرزاده که در نیمه مربیا هم دو گل شاهد است و وارد دروازهش میشه. حشمت بارک زینی، حشمت غزنوی. علی جبیر لالی توپ گرفت در دو مرحله و ای چهره مات مفهود حشمه خیلی زحمت میکشه بر تیم خود. خیلی دونده است و خب فوتبال از برد و باخت خود دار. از مرای سالنگی توپ از دست میده سمت چپ میدان، توپ میرسه به حشمت غزنوی. حشمت الله غزنوی، رحمت خوستی، صدیق الله آشنا در میانه های میدان. توپ در اختیار بازیکنان عباسین سپی. یک نفر در مقابل آشنا است. آشنا میتونه پاس بده، میتونه پاس بده، میتونه پاس بده. پاس نمیده بر
یار شماره 14 خطیانه خالد غفاری توپ از دست میتن ایوازی کنان و آفساید فواد گرفته میشن اگر اشتباه نکنم. گلها 5 در مقابل 0. دقیقه 75 75 78 42 37 34 فردین حکیمی، امید عظیمی، انور اکبری دیگر بازیکنانی که گل و ثمر رساندن بر عقابان هندوکش. وزیر توپ میزنن خط دفاع تیم عقابان و توپ دور میکنن. امل منگل، حشمت غزنوی، حشمت غزنوی ضربه میزنه از اونجا، حشمت غزنوی ضربه میزنه از اونجا و از کنار دروازه میگذره. این چهره حشمت غزنوی 19 ساله است به گفته خودش، البته عمر اصلی به خدا معلوم است. قدش 170 و وزن 68 کیلو است. پستشان فوروارد است در فوتبال و در تیم منتخب غزنی توپ میزنه و خیلی بازیکن خوب است. از دل خیلی خوشحال است الیاس احمد منوچهر و چهره غمگین احسان الله شیرزاد. نباید غمگین باشن، با این باخت هیچ چیز از ارزش های دعباسین سپه کم نمیشه. رحمت توپ میگیره، یوسف زای، حشمت، حشمت میتا باز بر یوسف زای، بر یوسف زای توپ نمیرسه. فرهاد تو تاخیل پیشروی میکنه، یار شماره 16 یعنی محمد افشار زمره سالنگی پاس خدا میفرسته داخل محوطه جریمه میشه. توپ میگیره در اختیار بشیر درمان و این چهره مربی نه بلکه هیئت فدراسیون فوتبال قندهار. مالکیت توپ هم 38 در مقابل 62 درصد به نفع عقابان هندوکش است. فرهاد تو تاخیل در خط دفاعی، کاپیتان فرهاد خود کاپیتان پیش روی میکنه، پاس خود میده به زمرای سالنگی. زمرای سالنگی سمت چپ میدان با زیبایی پاس هم میفرسته بر اسیر و اسیر توپ کنترل کرده نمیتونه، توپ از دست میده، توپ به اوت رفته، تو با اوت رفته و پرتاب اوت. به نظر میسه خطا بود، بله با عرض پوزش خطا بود و خطا را جاغوری ارسال میکنه. جاغوری بلند پشت محوطه ای سمت میرسه به غفار صدیق لاشنا و ضربش میره و با اوت میره و پرتاب در ضربه دروازه به دست میاد به سود علی جبایل لالی و به سود عقابان. دقیقه 82، 8 دقیقه وقت داریم بدون وقتهای تلف شده. عقابان 5، دعباسین صفحه 0. بلند پشت محوطه ببینیم زمرای میرسه و توپ آفساید زمرای گرفته میشه. زمرای در آفساید قرار داشت در دقیقه 83. ای چهره الیاس احمد منوچهر دلکش جمع است از بورد و دلش جمع است پنج گل تیمش پیش افتیده و 7 دقیقه دیگر وقت باقی است. در فوتبال هیچ چیز قابل پیشبینی نیست و امکان داره اما خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. در عباسین صفحه که میگم چهره شاد و خندان کمک مربیه تیم ده عباسین سپه، خیلی مشکل است بر ده عباسین سپه که در 7 دقیقه 5 گل جبران کنه. خیلی مشکل است عباسین سپه که این چنین بازی میکنه. عباسین سپه که در مقابل میوند طلان بازی کرد خیلی فرق میکنه با این عباسین سپه که در مقابل عقابان آمده. عقابان هم نشان داده که امسال یک استیمای خوب لیگ برتر افغانستان روشن است و خیلی خوب بازی کردند در دیدار و در دیدار هفته قبل که در مقابل میوند طلان بود. در گروه بی رقابت ها با هم رقابت میکنند، با این نتیجه صدرنشین میشه با یک بازی بیشتر عقابان هندوکش در گروه بی. یک تعویض دیگام دعباسین سپه میتونه که انجام بده. محمد افشار احساس مظلومیت میکنه از ناحیه پای
چپ و مچ پا. خب یک تعویض دیگه هم گفتیم میتونن عباس این صفحه انجام بدن. دو تعویض انجام دادن به نظر، دو تعویض انجام دادن گمانم اگر اشتباه نکنم. و تعویض دیگه هم اگر میخواین به حد اقل برسانن نتیجه را، تعویض کنه باید احسان الله شیرزاد و یک فوروارد اضافه کنه به تیمش. اما را باید به یاد داشته باشیم که آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده درها باشه و عقابان هندوکاش 18 و باسین صفحه 23 در شوت‌ها بود که انجام شده بود و اما از 18 شوت خود خیلی مسمر ثمر بود 18 شوت عقابان هندوکاش و خیلی استفاده خوب بردن از 18 شوت شد. می هم هوادار عزیزی که آمده و بیران پرتغال هم پوشیده بطن معلوم نشد که کدام شماره را پوشیده. بدون شک کریستیانو رونالدو در ترکیب پرتغال محبوب ترین بازیکن است و پیراهن رونالدو را پوشیده. اکبری میتونه یک پاس اونقی بفرسته بر اسیر توپ در سمت راست میدان توپ داره و یک بازیکن از یک بازیکن بازیبایی میگذره. میخوای از صدیق الله آشنا بگذره که صدیق الله آشنا توپش میگیره. صدیق الله آشنا نه بلکه رحمت خوستی توپش میگیره بر فواد ایمل منگل بر رحمت بر حشمت غزوی ببینیم به توپ میرسه نمیرسه. زمرای سالنگی چی میکنه ای زمرای و خطای هند گرفته میشه. خطای هند جالب است. پنالتی گرفته شده. بله اول حشمت غزنوی داخل محوطه جریمه از خط به این طرف در دردون جریمه توپ گذاشت که خطا ارسال کنند. بله پنالتی بود و دستش برخورد کرد. کاملا تصمیم داور درست بود. حشمت غزنوی پشت ضربه پنالتی با وجود ای باخت هیچ چیز از دباسین صفحه کم نمیشه. هیچ ارزش های تیم کم نمیشه. حشمت غزنوی پشت ضربه پنالتی یار شماره 11 دباسین صفحه میزنه ضربه شو و گل اول شکل میگیره بر بازیکنان دباسین صفحه. اما خیلی دیر شداله. حشمت غزنوی یک گل میزنه. یک گل برد میوند اتلان زده بود و یک گل از نقطه پنالتی میزنه و دو قاب بر قابان هندوکش و دو گل هم میشه در این رقابت ها. حشمت غزنوی این چینین ضربه پنالتی را زد و گل زد. 5-1 خیلی دیر است حاله و خیلی مشکل از برده عباسین صفحه که جبران کنه 4 گل در 3 دقیقه بدون وقت تلف شده. حشمت غزنوی خود حشمت در مقابلش فرهاد تو تاخیل است. فرهاد تو تاخیل خوب کار کرده و خوب قید کرده حشمت غزنوی را. آوازم حشمت غزنوی خوب کار کرده در ترکیب عباسین صفحه. حداقل زحمت کشیده حشمت غزنوی خودش. بازم دوباره صاحب توپ این سمت توپ میرسه و کجا میزنه ضربه شی بازی کن یعنی خالد غفاری یار شماره 14 دباسین صفحه. و او سمت اکبری احساس مظلومیت میکنه. محمد انور اکبری یار شماره 11 تیم دو قابان هندوکاش. دقیقه 88 و 34 ثانیه 35 ثانیه جا داره که بازم تشکری کنیم از خدمات صحی، از ارائه خدمات صحی کابل امبولانس. هوادارهایی که در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان آمدند. پارسال در رقابت‌های لیگ برتر افغانستان گل‌ها 5-1 فردی نکیمی امید عظیمی انور اکبری زمرای سالنگی جمشید محمدی بر عقابان گل زده و تک گل عباسین سپیر حشمت غزنوی زده از روی نقطه پنالتی. ما می گفتیم که پارسال مربیگری دسپین قربازان بر عهده داشت شیرزاد. ما امسال احسان الله شیرزاد مربی تیم دباسین صفحه است و این
کودک زیبایی که آمده به استادیوم فدراسیون فوتبال اف جی، خیلی خوب نقش هم کرده در خود افغانستان و در پیشانیش بیرق و پرچم مقدس افغانستان. و هم تکرار برخورد که انور اکبری احساس مظلومیت میکنه. و هم دیگه برخورد که حشمت غزنوی فرصت از دست داد. خب بازی 5 در مقابل 1 است و هفته 4 رقابت های لیگ برتر افغانستان. و فردا فراموش نکنید خیلی یک بازی مهیج و فوق العاده اساس بین طوفان حریرود و موج های آمو پارسال و سال قبل نیز در لیگ برتر افغانستان که اون نتایج ضعیف گرفته بود. موج های آمو در مقابل سیمرغ البرز نشان داد که چقدر بازیکنایش با مهارت است و چقدر با زیبایی بازی میکنن. و با سیمرغ البرز هم مساوی کردن دودو. ضربه سر اول از مدافعین اقاوان و توپ میرسه به علی جبیر و علی جبیر لالی توپ جمع میکنه. 4 دقیقه وقت تلف شده داریم. یک دقیقه تلف شده است. 4 دقیقه وقت تلف شده. فرصت دیگر بر بازیکنان اقاوان و زمرای نمیرسه و بشیر احمد درمان توپ جمع میکنه و بیرون میفرسته. به این دلیل که سخی کنان این سمت میدان احساس مظلومیت میکنه از ناحیه پا، از ناحیه پای چپ و از اینک زانو و توپ به اوت میفرسته و بازی جوان مردانه را بشیر درمان رعایت میکنه. رقابت های بوندس لیگا را هم فراموش نکنین. سر از فردا بهترین و داخترین و جذابترین رقابت های بوندس لیگا را از تلو و لمر که مسابقه بورسیا دورتمون و هامبورگ نوبت شب از لمر پخش میشه و از تلو همچنان بر شما تقدیم خواهیم کرد. رقابت های بوندس لیگا، لیگ آلمان. و بازم بعد از 10 روز که بازی های ملی برگزار شده بود در همچنان بازی های دوستانه و همچنان بازی های مقدماتی 2014 برگزار شده بود و بازیکنان دوباره به باشگاه هایشان آمدن و فردا رقابت ها شروع میشه. لیگ برتر انگلیس، رقابت های بوندسلیگای آلمان، رقابت های لالیگای اسپانیا، رقابت های سیریه ایتالیا. زمرای سالنگی توپ میگیره و قریب است که اگه اشتباه کنه جاغوری، رحمت الله خوستی. 3 دقیقه از وقتهای تلف شده تلف شده. بازیکنان رباسین سپه فرصت گل زنی بر رباسین سپه و آفساید گرفته میشه. آفساید گرفته میشه. آفساید به نفع اقاوان. توپ کنترل کرده نمیتونه یار شماره 9 یعنی رفی ظریفی. بالاخره توپ به بشیر درمان میرسه و آهسته آهسته هوادارا هم استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان را ترک میگن و بعید است در 30 ثانیه و در 18 ثانیه و 17 ثانیه و 15 ثانیه اتفاق جالب رخ بده و 5 در مقابل 1 به نفع اقاوان هندوکش رقم خورده. نتیجه پرتاب اوت به نفع بازیکنان اقاوان. بازیکنان اقاوان، انور اکبری میزنه ضربه شوه با اختلاف زیاد از بالای دروازه بشیر درمان میزنه. وقت های تلف شده هم تمام است. 10 ثانیه هم گذشته. فردا بازم بر شما میگم طوفان حریر رو در مقابل موج های آمو. او دیدار خیلی دیدار جذاب خواهد بود به دلیل اینکه موج های آمو هم خیلی تیم قدرتمند شده امسال و طوفان حریر قهرمان سال گذشته رقابت های لیگ برتر افغانستان هم یکی از
تیم های قدرتمند و یکی از تیم های مدعی قهرمانی در لیگ برتر افغانستان همچنان در سال دوم است. زمرای سالنگی چقدر مقبول دریبل میزنه. زمرای سالنگی توپ میفرسته بر رفی ظریفی. رفی ظریفی به توپ نمیرسه. جاغوری توپ میگیره. توپ در اختیار جاغوری است. یک دقیقه هم از وقتای تلف شده گذشته و نو سوت پایان نشنیدیم از بشیر سادات، از داور اولی دیدار. فرهاد توتاخیل توپ میگیره. فرهاد توتاخیل در خط دفاعی، حشمت غزنوی به دنبال فرهاد است. زمرای ضربه سر اول از زمرای و اوت. پرتاب اوت به نفع بازیکنان دواسین صفه. رحمت آشنا ریفری استراحت دارد در میدان، اگر چی میگرده اما استراحت است که سوت پایانه بزنه. حشمت ضربه خود میزنه، حشمت ضربه خود میزنه با پای چپ در صورت نامتعادل از کنار دروازه میگذره. سوت پایان باید حالا دمیده شود. سوت پایان، سوت پایان 5-1 به نفع عقابان هندوکش. 3 امتیاز حساسی دیداره عقابان هندوکش میگیره و این چهره الیاس احمد منوچهر خیلی خندان، خیلی خوشحال است. اگر باخته هم خیلی خوشحال بوده و اگر برده هم خیلی خوشحال و خیلی خندان بوده. فوتبال برد و باخت داره، بارها بارها گفتیم و بازم میگیم که با باخت هیچ تیم از ارزشهایش کم نمیشه در لیگ برتر افغانستان و پیش هوادارایش خیلی محبوب میباشه او تیم. این خوش باشه خوب و ورزشی بازیکنان عقابان هندوکش و دعباسین سپه. و این هم موسیقی که پلی میشه در آخر در ورزشگاه کمال لذت. پنج در مقابل صفر، پنج در مقابل یک، پایان بازی. تا گل دعباسین سپه رام حشمت غزنوی زد از روی نقطه پنالتی. پنالتی که زمرای سالنگی هدیه داد بر دعباسین صفه.